سلام دوستان به فکر و خوش اومدید من شهابم در این ویدیو میخوایم یک سری از کارت ها و توکن های بازی 7 واندرز دوئل رو که احیانا ممکنه در مورد اونها سوال یا ابهامی داشته باشید واسهتون توضیح بدیم از قسمت توکن ها شروع میکنم توکن های پروگرس یا پیشرفت از سمت چپ به ترتیب توکن اول توکن لا هست زمانی که شما این توکن رو برمیدارید این توکن میتونه به عنوان یکی از اون هفت کارت تکنولوژی به حساب بیاد که در آموزش بازی همونطور که گفتم شما بلا فاصله بعد از برداشتن و بازی کردن ششمین کارت تکنولوژی در تمدن خودتون میتونید پیروز بازی باشید که این توکن میتونه یکی از اون تا کارت تکنولوژی به حساب بیاد توکن بعد توکنی هستش که با برداشتن اون بلا فاصله شش سکه دریافت میکنید و هر زمان که شما کارتی رو به صورت رایگان در نوبت خودتون بازی کنید چهار سکه به دست میارید برای این مثال من اگر در نوبت خودم در یک دور این کارت رو بازی کرده باشم و در یک دور دیگه این کارت رو به صورت رایگان بازی بکنم بلا فاصله چهار سکه به خاطر این توکن به دست میارن توکن بعد توکن تئولوژی که بعد از برداشتن این توکن هر زمان که شما یک کارت عجایب هفتگانه در تمدن خودتون بسازید بلا فاصله میتونید یک نوبت اضافه تر بازی کنید این نکته رو بگم که اگر کارت عجایب هفتگانه ای که ساختید به شما قابلیت بازی کردن دور اضافه رو میده فقط یکی از این دو اثر اعمال میشه نه هر دوی اونها توکن بعد توکن اکنومی هست زمانی که شما این توکن رو برمیدارید هر زمان که حریفتون برای بازی کردن کارتی مجبور بشه که مقداری سکه به بانک پرداخت کنه اون مقدار سکه رو به جای بانک به شما پرداخت میکنه یعنی برای مثال اگر حریف شما در نوبت خودش بخواد این کارت رو بازی کنه که نیازمند یک منبع آجر هست و در تمدن خودش تولید کننده اون منبع نباشه باید به ازای این منبع دو سکه به اضافه هر مقدار منبعی که شما در تمدنتون دارید رو پرداخت کنه به بانک یعنی مجموعاً سه سکه که اون سه سکه رو به جنگ به بانک پرداخت کنه به شما پرداخت میکنه حالا در نظر بگیرید که حریف شما این کارت رو در تمدن خودش داره که به او اجازه میده که منبع آجر رو با یک سکه خریداری کنه شما هم همون یک سکه رو از بانک دریافت میکنید نه بیشتر توکن بعد توکن استراتژی این توکن به شما این اجازه میده که هر زمان شما کارت قرمزی رو در نوبت خودتون در تمدنتون بازی کردید و این توکن رو یک خونه به جلو بردید با استفاده از این توکنی که در این قسمت هست میتونید یک خونه اضافه تر این توکن رو به جلو ببرید توکن بعد توکن ماتماتیکس این توکن به شما این اجازه میده که در پایان بازی به ازای هر تعداد از این توکن های پیشرفت که در تمدن خودتون داشته باشید از جمله همین توکن سه امتیاز دریافت کنید توکن بعد توکن میسوندری این توکن و توکن آرکیتکچر اثر مشابهی رو دارن که شما زمانی که این توکن رو بردارید میتونید کارت های آبی رنگ رو با دو منبع دلخواه کمتر خریداری بکنید و استفاده کنید و همچنین کارت های عجایب هفت رو هم با برداشتن این توکن میتونید با دو منبع کمتر که اون دو منبع رو به دلخواه خودتون انتخاب میکنید میتونید اونها رو بسازید توکن بعد توکن فیلاسوفی که به شما هفت امتیاز رو در انتهای بازی میده با برداشتن توکن اگریکالچر شما بلا فاصله 6 سکه رو از بانک دریافت میکنید و در آخر بازی چهار امتیاز برای شما به همراه داره کارت های بنفش رنگ کارت اول کارت شیپ اونرز گیلد هست زمانی که شما این کارت رو برمی دارید و بازی می کنید بلا فاصله به ازای کارت های قهوه‌ای رنگ و خاکستری رنگی که در یک تمدن بیشترین تعداد رو دارن شما به همون تعداد سکه دریافت می کنید برای مثال اگر در تمدن شما سه عدد از این کارت وجود داشته باشه و در تمدن حریفتون دو عدد وجود داشته باشه شما سه عدد سکه دریافت میکنید و همینطور در انتهای بازی هم به ازای تعداد کارت های قهوه ای رنگ و خاکستری رنگ که در یک تمدن بیشترین تعداد رو دارن و همون تعداد شما امتیاز دریافت میکنید که این امتیاز نهایی امکان داره که در طول بازی جابجا بشه و حریف شما بیشترین تعداد کارت های خاکستری و قهوه ای رنگ رو داشته باشه که در اون صورت شما باز هم به تعداد بیشترین کارتی که در یک تمدن وجود داره امتیازش رو دریافت میکنید یعنی سه امتیاز در ادامه کارت زرد رنگ، قرمز، سبز و آبی هم اثر مشابهی رو داره در اینجا بازیکنی که بیشترین تعداد کارت های عجایب هفتگانه رو در تمدن خودش ساخته باشه به ازای هر کدوم از اونها دو امتیاز در انتهای بازی دریافت میکنه و آخرین کار کارتی هست که در انتهای بازی بازیکنی که بیشترین تعداد سکه رو داره به ازای هر سه سکه ای که داره یک امتیاز اضافه تر دریافت میکنه در این ردیف با برداشتن و بازی کردن این کارت شما بلا فاصله به ازای هر کارت زرد رنگی که دارید یک سکه رو دریافت میکنید کارت بعد به ازای هر تعداد کارت قهوه رنگ که در تمدن خودتون دارید دو سکه رو بلا فاصله دریافت میکنید به همین صورت کارت قرمز رنگ کارت خاکستری رنگ و در انتها به ازای هر کارت عجایب هفتگانه که در تمدن خودتون ساختید دو سکه رو بلافاصله دریافت میکنید با ساختن این کارت شما این علامت که در این قسمت میبینید یعنی اینکه بلافاصله میتونید یک نوبت اضافه تر بازی بکنید با به اضافه مزایای دیگری که با ساختن اون به دست میارید کارت بعد کارتی هستش که به شما این میده کارت هایی که در طول بازی دیسکارد و سوزونده شدن رو بردارید یکی از اونها رو انتخاب کنید و اون رو به صورت رایگان در تمدن خودتون بازی کنید نکته که داره این هستش که کارت هایی که در ابتدای بازی بیرون گذاشته میشن جزء کارت های سوخته شده به حساب نمیان و از اون دسته از کارت ها شما نمیتونید کارت رو انتخاب کنید کارت بعدی کارتی هستش که به شما این اجازه رو میده که سه توکن پروگرس یا پیشرفت که در ابتدای بازی بیرون گذاشته شده رو به انتخاب خودتون سه تا از اون توکن ها رو بردارید و یکی از اون ها رو به صورت رایگان بازی کنید و دو توکن دیگر رو به جعبه بازی برگردونید. کارت بعد به شما این اجازه رو میده که یکی از کارت های قهوه ای رنگ حریفتون رو که در تمدن خودش قرار داده و ساخته رو به انتخاب خودتون نابود کنید و اون کارت رو بسوزونید. و در انتها این کارت به شما این اجازه رو میده که سه سکه از حریفتون بسوزونید. امیدوارم که از آموزش امروزمون لذت برده باشید تا آموزش های بعد روز خوش و خدا نگهدار.